حالا زنی که ضرورت داره، زن ضرورته که بره وظیفه انجام بده، زن ضرورته که خلاصه از خانه بیرون بشه به دید و بازدید والدین اقوام بره دیدن و بالاخره صله رحم. حالا با چی شرایطی؟ شریعت مقدس اسلام شرایط و ضوابط بیرون شدن زن را از خانه یکایک برای ما بیان کرده. با این شرایط زن میتونه از خانه بیرون بشه و میتونه جای وظیفه بگیره و ایفای وظیفه بنمایه. اول این شرایط و این ضوابط چیست؟ این که به اجازه والی بیرون شود. زن وقتی از خانه بیرون میشه به اجازه والی، برداشت نشه، والی هرات نه، باز از اینجا خواهرها سوء استفاده کنن بگن والی اجازه داده. حالا خیلی گپا اجازه داده میشه. والی یعنی سرپرست، یعنی پدر. اگر به خانه شوهر رفت یعنی شوهر. اینها فقها میفرمایند الرجال قوامون علی النساء، مردها سرپرست زنها هستند. زن حتمی سرپرست داره، یا پدره یا شوهره یا برادر بزرگتره، به همین ترتیب یا کاکایه، اینها سرپرست زنها هستند. وقتی بیرون میشه از خانه باید که اجازه بگیره، با اجازه والی بیرون بشه. فقها استدلال میکنن چرا اجازه بگیره؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنید. اگر زن بیرون بشه به بازار بی بندوباری کنه، بی حجابی کنه، بی حیایی کنه، با حالت عطر و آرایش بیرون بشه، همان قدر گناهی که زن کرده بیشتر و بیشترتر خدا از سرپرستش پرسان میکنه. حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیتی، همه مسئولیت داری، پدر مسئولیت داره، شوهر مسئولیت داره، برادر بزرگتر مسئولیت داره، کاکا مسئولیت داره، که متوجه زنها باشن که وقتی از خانه بیرون میشن با چی ترتیبی بیرون بشن. پیامبر اسلام میفرمایند و الرجل راع علی اهل بیته، مرد چوپانی هست بر سر خانواده خود، باید چوپانی کنه، باید محافظت کنه. پس شرط اول بیرون شدن زن از خانه به اجازه والی هست، ولیش باید اجازه بده. دوم التزام به حجاب شرعی. زن از خانه بیرون بشه شریعت اجازه داده، ولی شرط دوم اینه که با حجاب شرعی. حجاب شرعی چیست؟ لباس زن شباهت به لباس مرد نداشته باشه، یک. دوم، لباس زن شباهت به لباس کفار نداشته باشه. سوم، این که لباس های زن رنگارنگ نباشه، شفاف نباشه، دیگران خلاصه به خود جلب و جذب نکنه، لباس زن چسب نباشه. اینها همه همچنین معطر با عطر و آرایش بیرون نشه. اینها را شریعت اجازه داده که وقتی که بیرون میشی التزام به حجاب شرعی، حجاب شرعی را داشته باش. این شرط دوم بود. شرط سوم، مصالح خانواده و یا اجتماع کار کردن زن را ایجاب کنه. مصالح خانواده چیگونه؟ زن فقیره، شوهر درست و صحیح کار و وظیفه نداره، ولی خدای تبارک به تعالی به زن توان داده، استعداد داده، استعداد علمی داده. بناهن با مصالح خانواده و یا بالاخره مصالح اجتماع این مد نظر داشته باشه. اگر فقیر بود زن بره بیرون کار، وظیفه، چگونه وظیفه؟ وظیفه‌ای که باز خلاف شرع نباشه، بعدن شرط دیگر بیان میشه. کسی برای زن کمک نکنه، این زن فقیر باشه و همچنین
کسی رو به داخل فامیل نان آور نداشته باشه. این زن اجازه شریعت میگه با همو حجاب اسلامی بیرون بشو، کاری که خلاف شرعم نباشه، وظیفه که خلاف شرع نباشه، در اونجا میتونی کار کنی و بالاخره وظیفه داشته باشی. چهارم، این زن وقتی که رفت به کار و وظیفه، کار خالی از مردان نامحرم باشه. جایی که زن کار میکنه مردان نامحرم آنجا نباشه. اگر زن به جای کار کرد که مرد نامحرم اونجی حضور داشت، قطعا و ابدا شریعت اجازه نمیدهد. اینا شریعت غرای محمدی هست سروران عزیز که برای ما بیان کرده الله سبحانه و تعالی در کلام حمید و مجید خود. پنجم، بیرون شدن زن، شرایطی که بیان شد، کار موافق به طبیعت زن باشه. شریعت اجازه داده کار بکن، وظیفه را انجام بده، کاری که با طبیعت زن برابر باشه. کاری که به طبیعت زن برابره چیست؟ تدریس در مدرسه دخترانه، زن بره معلم بشه در مدرسه دخترانه. کجای شریعت اجازه داده که زن بره سر صنف مردان و یا مرد بره سر صنف زنها درس و تدریس، در حالتی که ما الحمدلله به شرایط امروزی زنان محجبه و زنان فقیه و دانشمندی به جامعه داریم؟ هیچ ضرورت نیه که مرد بره سر صنف زن و هیچ ضرورت نیه که خلاصه زن بیایه سر صنف مردان درس بده. ولی باز اگر جایی بود که امکانات نداشت، شریعت مقدس اسلام میگه از علمای موسفید استفاده بشه، از علمای با تقوا، از علمایی که زهد و تقوا و پرهیزگاری در وجود دارن، برن خواهرار درس بدن. او هم به شرطی که دیگه خواهری نباشه که خواهرار درس بده. بناهن کاری که موافق به طبیعت زن هست، درس و تدریس در مدرسه دخترانه، مسئله خیاطی، جای کورس خیاطی هست، همه خواهرانن، خواهرها خیاطیات میگیرن، زن بیرون میشه در اونجی خلاصه با حجاب اسلامی با این شرایطی که بیان شد خیاطیات میگیره، به خاطر آشپزی خلاصه جایی که همه خواهرها هستن، کار در اداره ای که در آن اداره فقط محیط زنانه هست، همه او اداره زنها هستن، کتابخانه ای که تعلق به خواهرها داره، در او کتابخانه خواهری کار میکنه، خلاصه خواهرها میآیند مطالعه میکنن، در این کار اینها کارهایی که موافق با طبیعت زن هست. ولی دنیای غرب میگه زن بیرون بشه چه کار بکنه؟ در کشورها اروپایی خیلی جالبه، برادرها کو کار با افتخاریه، در شاروالی که کار میکنن سرک جارو میکنن، هیچ کار عیبی نداره برای مرد. کسی که سرک جارو میکنه، شهر انسان مثل خانه انسانه، داخل خانه خود را کسی جارو بکنه عیبی نداره داخل شهر، ولی برای مردها که داخل شهر جارو بکنن عیبی نیست. ولی در کشورهای اروپایی دوشادوش زنها هم سرکار جارو میکنن، دوشادوش خلاصه کارهای شاقتر انجام میدن. خیلی زنها در اروپا دست به خودکشی زده از بسی که بر سر اونها فشار آمده و مشکلات آمده. بناهن شریعت مقدس اسلام زن میگه کار بکنه بیرون از خانه، کاری که موافق به طبیعت زن باشه.